ادامه بازداشت در شهرهای کردنشین ایران در آستانه دومین سالگرد کشته شدن محسا امینی همزمان با ادامه بازداشت و احزارها در شهرهای کردنشین ایران منابع آگاه از استقرار تعداد زیادی از ماموران حکومتی در سطح شهر سقز و اختلال شدید اینترنت در برخی از شهرهای ایران از جمله سقز و سنندج در آستانه دومین سالگرد کشته شدن محسا امینی در بازداشت گشت ارشاد خبر دادند. همزمان با این اقدامات شبکه حقوق بشر کردستان از ادامه موج بازداشت شهروندان و فعالان کرد به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، دیواندره، مریوان، سرواباد، بوکان و بانه خبر داد. این سازمان حقوق بشری تعداد بازداشت شدگان طی ده روز گذشته را دست کم 21 نفر نوشته و افزوده است که آنها به دست نیروهای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شدند. پیش از این هم شورای هماهنگی تشکلهای سنفی فرهنگیان ایران از اظهار 14 عضو انجمن سنفی معلمان کردستان به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج خبر داده بود. پیشتر، امجد امینی، پدر محسا امینی اعلام کرده بود در صورت عدم ممانعت حکومت و با توجه به تماسها و درخواستهای مردمی، مراسم سالگرد فرزندش روز یکشنبه 25 شهری بر برگزار خواهد شد. مجگان افتخاری و امجد امینی پدر و مادر محسا امینی در یادداشتی در این استاگرام نوشتند ما خانواده جینا مانند هر خانواده داغدیدهی در سالیاد شهادت فرزند دلبندمان جینا امینی بر مزار آن عزیز سفر کرده گرده هم آمده و مراسم سنتی و مذهبی سالگرد را برگزار می کنیم. در این حال سازمان حقوق بشری هنگاو روز شنبه به نقل از تصاویر دریافتی از شهر سقز نوشت که آب صد چراغ ویس به داخل شهر سقز رسیده و به طور کامل مسیر فرعی ارتباط با آرامستان آیچی را مسدود کرده است. هنگاو روز جمعه 23 شهریور اعلام کرده بود که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با هدف انصداد مسیر دسترسی از رودخانه سقز به مزار جینا امینی به باغداران و کشاورزان هشدار دادند که به دلیل باز کردن آب سد چراغ ویس موتورهای آب خود را در بستر این رودخانه را جمع آوری و به مکان دیگری منتقل کنند. این سازمان اشاره کرد در سالهای گذشته نیز نهادهای امنیتی یکی از دریچه های این صد را برای قطع دسترسی به مزار ژینا امینی را باز کردند. این مسیر در سال 1401 از سوی مردم معترض برای مراسم چهلم محسا امینی مورد استفاده قرار گرفته بود.